ماجرای ازدواج معمر رضا شایه و شادی همسرش و همینطور ازدواجی که بالاخره انجام گرفت و بعد از 10-12 سال با هم بودن این دو نفر رفتن سر خونه زندگیشون. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. و محمد رضا شایه رپر جوان و نسل سومی اخیراً مصاحبه جالب رو با علی ضیا در برنامه بازیا انجام دادش که لینک ویدیو کامل این مصاحبه رو که حدوداً 1.5 ساعت هم تایمش هست توی دیسکریپشن قرار میدم. اگه دوست داشتید میتونید از کانال خود علی ضیا این ویدیو رو تماشا بکنید. اما در این مصاحبه جنجالی که بعد از مدت‌ها شایه انجام داد در مورد مسیر پرفراز و نشیبی که توی زندگی و فعالیت‌های کاریش داشته صحبت کردش و از سختی‌هایی که در مسیر تجربه کرده خاطراتی رو عنوان کرد. شاید توی این مصاحبه از روزهای ابتدایی زندگیش که در خانواده نسبتاً فقیر و مذهبی در پایین شهر تهران در شهر ری به دنیا اومد و بزرگ شد، خانواده‌ای که به شدت با اینکه اون خواننده و رپر بشه مخالف بودن. شایه در مورد دوران نوجوانی و جوانیش هم صحبتهایی رو انجام داد که چطوری توی 16-17 سالگی با چالش‌های زیادی به خصوص بیپولی همراه بودش و مجبور بودش برای در آوردن خرجی خودش و به دست آوردن هزینه تهیه و تولید آهنگاش کارگری بکنه و با درآمد کمش کار رو یه جوری به قول خودش در بیاره. اون گفتش که توی اون شرایط سخت که فشار روحی سنگینی داشت و همه جوره در ناامیدی کامل بود، فقط همراهی شادی پارتنرش بودش که کمک کرد تا بتونه این سختی ها رو هم پشت سر بذاره. شایه به وضوح بیان کردش که اگه شادی در اون روزهای سخت کنارش نبود هیچ وقت به جایگاه فعلیش نمیرسید. اون بر این باوره که اکنون که به ثروت و شهرت و محبوبیت دست پیدا کرده حقش هست که شادی هم کنارش باشه و در کنار همدیگه این زندگی خوب و خوش رو تجربه کنن. شایه همینطور صحبتهایی رو هم انجام داد که بعضی ها میان به اون یا پارتنرش میگن که خوش به حال شادی که کنار یه نفر مثل شایه هستش، ولی خب اونا چیز خاصی از من نمیدونن. من واقعا اخلاق خوبی ندارم، چه لخته هستم، اعصابم معمولا ضعیف هست و همین باعث میشه که خیلی وقتا قابل تحمل نباشم و تنها کسی که من رو میتونه تحمل بکنه و حالم رو خوب بکنه شادی پارتنرم هست. نکته جالب این مصاحبه این بود که شایه برای اولین بار اعلام کرد که بعد از سالها رابطه و دوستی با شادی پارتنرش به تازگی با هم دیگه ازدواج کردن و در حال حاضرم تو خونه مشترکشون زندگی میکنه. این خبر باعث خوشحالی و واکنش مثبت طرفدارای شایه بودش که نشون دهنده این هستش که همشون قلبا شادی رو دوست دارن. بریم بخشای از این مصاحبه و صحبت ها رو گوش بدیم. من 18-19 سالم بود که دوستم گفتش که خواهر دوستم از تو خوشش میاد. بعد همین شادی خانم. حالا از چی من خوشش میاد شادی؟ منو اتفاقا اولا نه ظاهر خیلی شبیه نی بودم، ولی لاغا اینقدر کرده نه، اصلا خودم رو گردن نمیگردم. یه موقع رفتم جلو اینه یه گفتم اه. بعد شادی با این من حال میکرد که من میومدم تو جمع مثلا بچهای محل اینا پشت من حرف، من میرفتم سر کار میگفتم یه روزی میخوام بهترین رپر ایران شم فلان، من اینا به هم میخندیدن میگفتم اینو چی میزنه این واسه چی نه واسه چه جوری میخواد بشه مثلا یه روزی سرشناس بشه اینا. بعد اینکه من میومدم اینا رو میشتیدم باز میرفتم پی کارم باز میگم شادی حال میکرد با این ممارست من، با اینکه مثلا احساس میکرد بچه قوی ام و فلان و اینا تمدیم. چون ظاهر خودم رو یادم میاد اصلا سلیقت رو شک میکنم. بعد گذشت باز دیده بوده که چقدر خوش دید گذشت باهاده رفیقا میگن دیگه میگن سرمایه گذاری کرد. بعد 2-3 سال اینا کم کم ما هم آشنا شدیم، دیدم اولای رفاقتمون که خب همینجوری
میگذشت و منم خیلی به اون بحرانای رفتاری و اون اشتباهایی که اذیتم میکرد هنوز نخورده بودم، هنوز خیلی ناباب نشده بود احوالاتم. ولی از اون روزا بوده، از اون روزا که من هیچی نبودم، مثلا آهنگای اولم بوده با معرفت تنگ رفیقمه و اینکه گذشت و گذشت و اینا. الان که دیگه با هم توی خونه زندگی میکنیم، یه جورایی دیگه ازدواج کردیم، اینو فکرم اولین باره میگم. بعد اینکه دمت گرم موندی، من خیلی اذیتم علی آقا، یعنی خیلی آدم اذیتیم، اخلاقم بالا پایین میشه. بعد یه موقع تو کامنت ها میزنن خوش به حال تو در کنار شایعی، ولی از نگاه میکنی خودت اشارت نمیشی خونه یه اون بر ظرف ماسته، اون بر یه بشقا، اون بر یه لباس رو انداختم، سکته میکنی و اذیت رو ببینی. ولی واقعا یکی از اگه سه تا چیز بهم خدا، اولا که نبود اصلا شایعه اینجا نبود، چون از من پرستاری کرد. من میگم یه دورانی اصلا حال خوبی نداشتم، مراقبت کرد ازم که اینجا واقعا اگه نبود شاید به اینجا نمیرسیدم. و علامت بغضیشم نه بغض. بعد دیگه دمش کم واقعا، چون نمیساخت هر کسی از بیرون قشنگه، من رضا شایعه واو رپ موزیک چه شعرهایی. یه موقعی که اصلا میام شعر رو واسش بخونم، مثلا همه حال میکنم، میگم من از آهنگ جدید یه شعر جدید مینویسم، میارم میگم یه دقیقه گوش بده، میگم یه دقیقه این فیلم رو ببینم، میگم بابا گوش بده دیگه چرا این کار. ولی تاج سر منی همین. ازدواج کردیم پس؟ بله ازدواج کردیم. مبارک. خانواده تو دوست داری، همسر تو دوست داری، احترام میذاری بهشون. میدونی چی میخوام بگم؟ مهمه که تو جمع آدم چقدر احترام بذاره به همسرش شماست. و بسیار این سطح بوده. حالا باز من احساس میکنم که اصلا اینجوری نیستم، یعنی احساس میکنم خیلی باید بهتر باشه. من اینا رو دیدم. دم شما میگم. دم شما میگم. یه سوال دارم که دیگه نمیپرسم. شادی خانم اینجا هستن، واسم از اولین تجربه عشقی که تجربه کردی؟ نداشتم خدا جان. زیاد نه، مثلا قبل خب شادی منو به سلطه گرفته. جالبه که شایع توی بخش دیگه از مصاحبهش هم گفته بود که هیچ عشقی رو به جز شادی قبلا تجربه نکرده و شادی عشق اول و آخرش بوده و همین هم شاید باعث استحکام بیشتر عشق اون دو نفر هست. محمد رضا داداشپور ملقب به محمد رضا شایع متولد 9 مرداد سال 72 هستش. اون در کارنامه خود با هنرمندان و رپرهای معروفی از جمله حسین، مهرادیتن، صادق، پوری، رضا، کچیبیت، دانیال، مهیار، امیر خلوت و زال همکاری داشته. اون تا به الان آلبوم های زیادی رو از جمله دو شک، ناقابل، این جانب، عصبانی، آماده پاش و پیتزا منتشر کرد. حتما نظراتتون رو راجع به محمد رضا شایع و این صحبت هایی که در مورد پارتنرش شادی انجام داده برامون تو بخش کامنت ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانالو. میدارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.